بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم و رحمت الله یه بحثای شگیر تو کشور من فکر کنم حالا اون برهه نخواستم جواب بدم روی دو قطبی یه وقت به وجود نیاد اما به نظر خودم میگم ببینید اینکه این حدود و سقور وحدت چیه تو کشور چطوره اینجا دو سر دارن خطا میکنن یه دی که افراطی ان اصلا وحدت حالیشون نمیشه و اینا ضربه دارن میزنن به تشیع حالیشون هم نمیشه اینا واقعا نمیفهمن آقا آدمی نفهمیدن به خاطر اینکه قرضاوی زمانی که تو قطر بود یه حرفی زد گفت ما باید وحدت رو علمای وحدت بود دیگه گفتش که ما باید وحدت رو بذاریم کنار زن سومش که میگفتن عامل موساد بود یعنی خودشون لو دادن یعنی از سمت خودشون لو رفت میگفتش که وحدت به ضرر ماست تو وحدت مردم بیشتر شیعه میشه یعنی حرف قرضاویه به سرچ کن پیدا کن جالبه یعنی چی یعنی که وقتی فضا فضای گفتگوه فضای توهین نیست فضای اتهام افکنی اینجور چیزا نیست این باعث میشه که اقلانیت حاکم بشه اونی که استدلال داره اونی که منطق داره کارش پیش میره اما وقتی حرف کشید به فوش بالا و پایین و ناموس و نمیدونم چی و این چیزا چیزی هم حرف منطقی کار پیش نمیره فکر کن یه نفر تو خیابون جلوی که بگیره شروع کنه به مادری که فوش دادن اون منطقی صحبت میکنه به مادرش نسبت فحشا بده بعد میگه که نه این طور نیست اگر می بود باید یه پرونده ای در فلان جا می داشت یا میزنه میخوابون زیر گوشش آه. یه عده پس این اشتباهشون خطش یه عده هم باز از اون ور افتادن یعنی به اسم وحدت دنبال به واقعا معنی واقع کلمه از بین بردن مبانی تشیع آقا اینم نگیم اونم نگیم یه جریان افراطی در اینا به وجود اومده که حالا من واقعا فکر کردم دو تا شکرم بگم به شما اینا رو نگم چطوره یعنی وقتی این اتفاقات داره میاد این که کار به جای میگن آه اصلا کی گفته رهبر جامعه شیع. اصلا ایران باید حتما شیعه باشه وقتی رهبر شیعه شما میذارید با بقیه کشورهای اهل سنت نمیشه وحدت شکل بگیره شما فرد غیر شیعه بگذارید این کارشون به اینجا گشته اینا حوزوی ها که این باهاشون با بعضیشون جلسه داشتیم همینجا اومدن مناظره برگزار کردیم تو همین محل تو همینجا تو همین زیر همین سقف حرفای عجیب غری و هیچ وقت هم نمیتونم بفهمن وقتی بهشون میگه خیلی هم آقا آقا و ارجاع رهبری و نمیدونم فلان وقتی هم با اینا صحبت میکنیم میگه آقا جون پس سر ماجرای سوریه چی شد دفاع ما از بشار اسد بدون این واقعیت اکثریت جهان اسلام مخالف بشار اسد بودن ده محب... سید حسن نصرالله که محبوب ترین شخص در جهان اسلام بود. محبوب ترین شخص در جهان اسلام سید حسن نصرالله بود. تو نظر سنجا کار به جای رسید که دیگه حزب الله ها میگفتن حزب لات. لات اسم بوتی بوده. نصرالله میگفتن نصراللات نمیدونم فلان و این چیزا. حزب شیطان رو نمیدونم چی. یعنی به شدت پس وحده ضربه خورد یعنی اونجا صهیونیسم جهانی اسرائیل یه آدم اهم و مهم میفهمه اینو بعد و بدتر بعد یه چیز انتخاب بکنه منطق اینجا ما متوجه شما الان معلومه من خدمت شما عرض بکنم من که شیعه جعفری هستم شیعه امام جعفر صادقم با طالبان زاویه دارم آقا به این معنی اما برم فردا مثلا صبح بشه با طالبان انقدر بهشون سیخ بزنیم وارد جنگ کنیم ما کدوم آدم عاقل این کارو معلومه انتقاد داری بله من بارها گفتم جنایات کم نداشتن اصلاً کسی که میگه که آقا یا باید اینجا تحویل بدی یا از من پیروی کنی یا فلان به جنگ دائم بره شاید نمیدونم بوت بودا رو خراب کرده نمیدونم چی خود. چی دفاع کنی اما از این بر میگیم نه حتما باید وارد نو وارد جنگ بشی با این آدم عجب غریبه این بس دو سر افراط و تفرید داره اینا دو لبه قیچیان که دارن هم کار یه بس هم در مورد فضل امیرالمومنین یه عرض بکنم خدمتتون امیرالمومنین یکی از مهمترین فضیلتاش اینه که نمیشه براش فضیلت گفت یعنی چی یعنی اصلا ما فهم و درک از جایگاه امیرالمومنین نداریم قول مرحوم آیت الله بهجانی میگه شما در مورد اهل بیت نمیتونید قلوف کنید قلوف یعنی کسی که یه چیزی بدون کجاست خب بیشترش رو بگه اصلا شما میده اهل بیت کجا نمیتونه قلوفو کنه در مورد امیرالمومنین خب فضیلت امیرالمومنین چی بوده آقا رفته جا پیغمبر خوابیده ما همون 230 هزار تا شهید ما تو جنگ اگه بشه میگفتی برجا پیغمبر به خواب میرفتن به میخوابن نمیخوند محسن حججی میرفت شهید امت میرفت این شاهد مدافع حرم بگی تو اون قبلیا میرفت همین الان به خیلی از شما بگن آقا جان پیغمبر در خطر بیا بولا میرید بله در مقایسه با اونایی که شتاب فرارشون تو جنگا شتاب 0 تا 100 شون 3 ثانیه بود خودشون میگفتن این بوز کوی رفت رو کوه نمیدونم چی خب معلومه در مقابل اصلا خیلی فضیلت بالاییه اما این نیستش که بخوای بهش بپردازی به فضایل امیر باید جوری بیان بشه که به مخاطب این ارتباط برقرار بشه مثلا فرض کن مثلا ببینیم که فضایل امیر بود که دست طرف تو جنگ قد شد انگوشتاش مثلا ریخت آورد چسبون امروز جامعه امروزی باید بر متناسب با مخاطب طرف بزنی فضیلت بیا اینو بگی اونی که این چیزا رو خیلی قبول نداره اصلا میگه حرفا چی چی بابا چون اونی که قبول داره امیرالمومنین میگه خب اوه. علی که کون و مکان دستش داره میگه چهار تا انگوش جسمون به <صحیح> هم چی این فضیلته یا پس حضرت عیسی فضیلت بیشتری داشته مرده زنده میکرد اینا نیستش باید متناسب بفهم امروز فرمایشات امیرالمومنین عقلانیتی که تو جامعه تذریخ کرد، عدالتی که به منصه ظهور رسون، امروز اینو باید راجع به مردم عرض داشته سعه صدر سیاسی ایشون در مقابل مخالفان سیاسیش. مقابله با مفسدین ایشون. گم شده مردم دنیاست. عزیز اینو بیا حرف بزن. بحث قرآنی میخوام بکنیم، بسم الله. وی بحث دیگه است، مسلمونی بیا بشیم، شیعه یا سنی در مورد فضیلت امیرالمؤمنین در قرآن بشیم بحث کن. مفصل من راجع به این چیزا گفتم و الحمدلله مورد اتهام هر دو تا این گروه دو سر افراط و تفریط از یه طرف من میگن که تو از اینا هستی که به خاطر وحدت نمیدونم ال کردی بل کردی فوقت. از اون طرف میگن بابا فلانی رفته سخنرانی کرد در مورد شهادت پیامبر گفته کیا عاملاش بودن حالا من جدا مفصل سخنرانی کردم احترام میذارم من به اعتقاد برادران اهل سنتون بارها گفتم کل رفیق سنی هم دارم محترم توهین نمیکنم همین چند وقت میشه که دوستان اهل سنت بود گفتم والا مگه شما نمیگید که هر کدام از صحابه مثل ستاره هایی هستن که شما به هر کدوم اینها اقتدا کنید هدایت میشید من نمی گفت بله گفتم حالا تو عمر انتخاب کردی ما علی رو انتخاب کردیم چه ناراحتی گفتم برای اینم که من جناب خلیفه دوم انتخاب نکردم دلایلی دارم تو دلیل چی گفتم صحیح بخوری چی گفتم خدا وکیلی شیش جا هفت جای صحیح بخوری میگه پیامبر گفت آتونی به صحیفت و دوات اکتب لکم شای ان لن تظلو بعدی یه چیز براتون بر... بر... بنویسم که لنت از هرگز این رجل لیه جل قربه علیه بچه یه هزیون داره میگه متوجه نیست چی میگه گرفت بگه کرد من من خوشم نایمد از این رفتار پیامبر از این رفتار از امیران من عاشق پیامبرم تو صحابه احساسم برداشتم اینه که حالا اوشون اینطور برخورد کرده تو او رو قبول داری بسم الله برو من علی رو قبول دارم علیه السلام که هم چیز تابع محض بکنم که خیلی در تاریخ خونه جل کنن نمیدونم بگن آه رفته به خواستگار دختر ابو جهل نمیدونم برای بچه شش ماه ریش سیبیل ساختن تو روایات و این و سر هم دیگه کردن سن یارون میمیخورد میگفته شاعتش. شش ماهش بوده مجبور بودن تاریخ خل... رو خل... نقل کنن قبلا مفصل عرض کردم جعل کردن اینو خب و نشون میده که آقای مثل نوری که هرچی خاک به پاشی رو سمت شیچ اتفاق گفت خب بسم الله شما یه صحابه دیگر انتخاب بیام خدا پدر تو بیام اون دنیا تو هم جواب میده من هم جواب میده حتما اون دنیا خود از من خواهد پرسید که چرا در بین این صحابه صد هزار تا صحابه داشته پایین سعی بخاری اینا رو میگه 100 هزار 120 هزار عددای همینجوری میگه خب دیگه سعی بخاری سعیتر داره اهل سنت دارن سلام از این 100 هزار تا چرا علی رو انتخاب کردی خدای دلایلم اینه همون دلیلی که به خدا گفتم که سر اعظم بپرسه بهش میگم ها همین الان میگم میگم بسم الله اصلا قدیر مدیر اینا همه کشت بذار کنار ببوس بذار کنار بریم ببینیم از این صحابه چی مونده حرفشون مونده دیگه چی و سنی نقل کردن میگه آقا نمیدونم خالد ابن ولید اینو گفت نمیدونم چه میدونم زبیر اینو گفت نمیدونم تله اینو گفت عبدالرحمن ابن اینو گفت نمیدونم چی اینو گفت باید بسم الله بریم ببینیم من میرم نهج البلاغه میخورم فیوز آدم میپره خدا وکیلی فاصله سال نوریه با بقیه فساحت بلاغت میرم دنبال شجاعتش میبینم اگه نمی بود که اسلام پنچر بود اگه شمشیر علی نبود میرم دنبال عدالتش میبینم پر ارزان از دهن مورچه نگرفته میرم دنبال قضاوتش که میبینم رو دستش کسی نبوده خب آقا جسارت ببخشید من این صحابه رو انتخاب تو یکی دیگه انتخاب کن اون دنیا ما جواب بده توهین هم نمی کنم محترمه انتخاب شما من قبول ندارم تو هم سرو. تو هم انتخاب من قبول نشه و این میشه اینا همه رو با هم قبولش این مسمالیزیشنه جلسالت هم من نمیپذیرم نه خب پیامبر چیز بوده پس پیامبر بیورزه بوده همین سوابای خوش نتونسته درست بکنه استخدم چه حرفیه پس حضرت موسی هم بیورزه بوده دیگه سعیه بخاری میگه هر کی پیامبر رو دید صحابه است اگه دیده باشه همچه چش، چش باشه چشش خورده باشه اون دور پیامبرش رد میشه ده. نگاش کرده صحابه میمسون باشه تو بخاری میگه حضرت موسی بیا رو بس اون قوم موسی که بودن همه صحابه بودن یا میدیدن موسی جلوشون راه میرفت رفتن <applause> بود عمه من رو بود پرستید <applause> کی رفت گوساله پرستیده نه برای فقط برای حضرت محمد ما نمیشه برای حضرت موسی میشه این ور نمیشه فقط گرفتید ما رو شو تخیلات داری زندگی میکنیم اون این واقعیته این نگاه منه محترم بشین با هم حرف بزن ببین نه تو اگه بابات شیعه بودن و سنی بودی <applause> و نه من برعکسش چیزی که از پدر مادر به ارث رسیده انقدر حرس و جوش نداره اگه رفتی گشتی تحقیق کردی جنگیدی بسم الله بیاس برای همین من خیلی این کسایی که مذهب تغییر دادن اینا شجاعتشون ستودنی این جرعتشون ستودنی پس من چرا من تو صحابه گفتیم آقا هر کدوم این صحابه را انتخاب که مثل ستاره آسمانی که با ستاره قطبی رو پیدا میکنه که با دو برگ برای که با دو بسقر یکی نمیدونه با چی چه خب بسم الله هر که یه جوری راهش پیدا می‌کنه میگه سمت شمال نیست سمت جنوب بسم الله ما خواستیم تو این ستاره سراغ علی ابن ابی طالب بریم تو می‌خوای سراغ یکی دیگه بیو برو حتماً با باید پاسخ بدی تو منم باید پاسخ بدم حتماً باید پاسخ بدیم و بین این اختلاف بوده هر کی گفت نبوده دروغ به تو گفته چرا چون صحیح ترین کتاب های اهل سنت داره میگه اختلاف بود من اینو سخنرانی کردم می جناب خلیفه دوم برگشت به عباس و به عب... ابن عباس, عباس یا عباس امیر و گفت گفت شما قادرن خائنن ما رو قادر یعنی اهل نیرنگ خائن میدونستید اختلاف بود بینشه و این دعوای صدر اسلام چی بوده این چی چی بوده خب اختلاف بوده بینشون همین الله هستش معصوم که نیستن که شما میگی صحابه که معصوم نیستن اسمت کنن با هم دعواشون بشه خب اینا اختلاف نظر داشتن من گشتم میگم خب تو اینا این نظر من عقل من بیشتر میپذیره خب اینو سراغش در فضیلت امیرالمومنین اگه میخوای حرف بزنی فضیلت امیرالمومنین یه دونه من بگم دعا کنیم دیگه فضیلت امیر یعنی اینکه بلغ ما اونزل ابلاغ کنی که گفتم خبر رو برسون و اگر انجام ندی فما ما بلغ رسالت رسالت خدا رو انجام ندادی اصلا یه جوری این لحن یه جوری چیزه همچین بوی توبیخ داره یه جوری خب این خبر و خبر بزرگه یه پیغمبر تو اونجا نبودی وقتی در ملع اعلا دعوا شد یختسمون خیر و خیر بود دعوا بود شیطون گفت سجده نمی کنم فرشته هم گفتن خدا به چی سجده کنیم ما اینا خیلی جالب بوده فرشته ها که اصلا معلوم بوده که سطح فهمشون از توحید چیه خدای ما نحن و و نقدس ما خودمون تسبیح میگیم خدای ما. تو اگه ما سبحان الله نگیم خدای تو مردی تو ضعف داری با سبحان الله ما زنده ایم ما آبادون استغفر الله میرسونیم نمیم که مثلا برره میگفت یکی بعد میگفت ای هولو ای شفتالو چی چی بود یه سریال نشون میدون دور ساخته بود چاپلوسی بعد بکنی برای خودت خدا نیاز به اینا داره نه الله و سمت معلوم نفهمیده بودن تا من مل علا اون چیزا بود فهم دل بودن تا این جغل مغلا فرشتای چیز نبودن مثلا خب آخر و خرکشی بود و اونجا یه دعوا سر چی بود که بگو هو نبا اون نمیگه خبر رو داره میگه هوه دقت کن در دا آدم داره حرف میزنه میگه زالک و هازا و نمیدونم چی چه حالا اگه بشه هازه ایتل کرده این چیزا هوه نبا اون از و انتم انها معارضون که شما ازش رو برگردوندید خب این خبر که دو قدیر میگه بل لغم آن زل خبر برس اما یه تساؤلون سوره نبه عن النبع العظیم از چی میپرسن در مورد خبر بزرگ الذي هم فیه مختلفون که در موردش به اختلاف افتادن کلا علمون میفهمید به زودی هم میفهمید سیعلمون یعنی مرگ سوفه یعنی قیامت سع یعنی آینده نزدیک اند یعنی مرگ تو میفهمید ثم کلا سیعلمون نه میفهمید چرا امیر ما فهم. من یموت یعنی هر کی میمیره من میبینه همون اول آشکار میشه الیوم الحق والحق مع علی میگه ای داد بیداد شد خاک تو سرم شد <applause> آه علی به حق بوده چیکار کنم حالا کار نمیتونه بکنید در بستن دیگه برگشتی در کار نیست در قفله شیش قفلش هم کردن دیدم قورت دادن هیچ کاری نمیتونی بکنید داشتی که آخر سوره نبع و قشنگ میگه یوم یندر المرء ما قدمت یداه یه اون لحظه که آدم ما قدمت یداه یعنی مرگ چرا چون میگه فقط اعمال متقدمشون میبینه ما یه متقدم داریم یه عمل متأخر داریم بعد مرگمون هم میرسه آب سرد کن گذاشتی آب میخورم ملت همینجوری میاد ها میگه فقط متقدم تو میبینی یعنی لحظه مرگت چون میگه به ما قد... جای دیگه قرآن میگه به ما و آثار هم یه چیزی شما هم تقدیم کردی زودتر فرستادی آثار یه چیزی هم هست بعد مرگت همینجوری داره میاد پس این میشه میتونه قیامت باشه روز قیامت حساب کنه نه این ما قدمت یکا. و یقول الکافر یا لیتنی کنتو تو تراب کاش خاک می بودم ای کاش شن می بودم خاک می بودم چرا؟ چون می بینه که یا لیتنی کنتو تو تراب کاش خاک می بودم چون می بینه ابو تراب که می بینه ای کاش بابای من علی بود پدری ژنتیکی نیست دا انا و علی ابا و حاضح الامه من و علی بابا های این امتی پیام برمی فهم ما ایشون کی هستن که خبرش توی اون یختسمون جنگ شد اون بالا شر درست شده بسری دعوا از اول سر خلیفت الله بود به خدا نه سر خدا خدا بود نه سر قیامت بود سر هیچ کدوم اینا نبود شیطان خدا رو هم قبول داره قیامت هم قبول داره سو جوش نزن عزیزم ناراحت نباش خودش میگه من خدا میترسم خودش میگه الا یوم به من وقت بدید یعنی قیامت هم قبول داره دعوا سر خلیفت الله بود میدونی اولاغ چی میگفت اگه اولاغ اون دنیا خیر ما رو نگیره شیطان اولاغ چی میگفت میگفت خدایا این که من به غیر تو سجده کنم شرک خدا خود تو توجیه نیستی چی توحیده و سر از این صوفیا ها اومده حرفایی زدن شیطان چون عاشق خدا بود نمیتونست به کسی دیگر رو بپذیرف شر رو برسر هم دیگه میکنه خدا خدا میگه اس لادم میگه نه تو متوجه نیستی ما میفهمیم چه فرق دارم با این وحابی و خدا شیطون چه فرق داره؟ دم از توحید میزده <applause> دعوا سر خلیفت الله این اعتقادات منه بابتش پاسخ با تو بیار اعتقادات رو محک بزنیم داداش وحدت یعنی چی؟ یعنی من نگران حال برادرم باشم بگم داداش این مسیر که داری میری ره که میروی به ترکستان هستیم جاده خاکی ها داری میری حالا ترکان آرد نشم نشن بگنی ره که میره تو دا داستانی داریم ما به قرآن میخوام تو کلام حرف بزنیم هی باید مراقب بشیم این بر برنخور اون بهش قر نکنه نره گوشه ناراحت نشه داره می‌خواد بره حج نقطه مقابل مکه این ور بوده یعنی گفته آقا ترکستان مسیره وقتی ربطی به ترک بودن و این چیزا نداره آره با چه نیتی کلی نماز روزه اون دونه میگه خب آقا اینا بدون ولایت علی پذیرفته نیست آقا نماز خوندم گفت شیطان هم نماز خوندم بینا فکر کنید عزیز من دعوای علی ابن ابی طالب و بلدش هنوز هم است یختسمون فعل مضارع حالا وقت بشه برای اینو صحبت بکن که اصلا همون قالو بلای روز الست شده همین زندگی ما همین الان ما داریم میگیم بله همین الان برزخ همین الان هم قیامته اصلا زمان وجود نداره اعتباریه ما ساختیم برای که بتونیم بگیم دیروز امشب فردا صبح دو ساعت پیش ساختیم که زندگی اون پیش بره من ما تا شما میگید به حالا یه روز رو. ما میگیم پنجه هزار سال شما به انقدر زمان میگی یه سال ما به انقدر میگیم یه سال تو به انقدر میگی یه روز ما به انقدر میگیم یه روز وقت سال قمری با سال شمسی که تو همین زمین خودمون یه در روز این کم و زیاد دارن اصلا به قصه اینه من ای نوعی اهل تحقیقم تحقیق کردم تحقیق تحقیق تورات خوندم انجیل خوندم انا به سنت خوندم کتاب خودمون رو خوندم رسیدم به اهل بیت رسیدم به ولایت امیرالمومنین این هم میرم اول میگم چرا چون خود رو به زعم خودم نجات بدم یه عزیز دیگه داره میگه نه 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 تو در گمراهی تو اصلا امامت واسه کلاتون در آوردید شما شیعه این خودتون ساختید این چی چیزا بیا بسم الله بیا من روشنم کن خدا پدر تو بیا مرزه من از جهنم داری نجات میدی من از شرک داری نجات میدی خدا پدر دست و پاتو میبوسم تو هم بیا دست و پای منو ببوس قصه سر پس اگر هم فضایل امیران ما بگیم چیزی رو بگیم که امروز جامعه تشنشه من نقد نمیکنم که بگم کسی فضل امیر بد میگفته خوبه اون پناه بر هر کی داره فضل امیرالمومنین میگه دمش کرد و در عین اینکه وحدت حفظ بشه شدنیه بله میشه هم فضل اهل بیت گفت هم وحدت رو حفظ کرد بله والله ما 12 سال داریم همین کارو میکنیم شهر به شهر میچرخیم مناطق سنی رفتیم سخنرانی کردیم در اهل هم سخنرانی کردیم بنده تو سخنرانیم اسم جناب عایشه رو بردم گفتم ام المؤمنین عایشه بابا ام المؤمنین آیه قرآن زنان پیامبر امهات المؤمنین یعنی چی یعنی مثل مادر به شما حرام ان نمیتونی باشون ازدواج کنی معنیش اینه بودن یعنی بعضی از اینا گفتن که آقا اگه پیامبر بمیره زبونم لال اینطور میگم چون اونا گفته بودم متاسفانه تله برگشته و گفته بود که اینا میره هر کس با دخترها و خواهرای ما ازدواج کرد من میرم عایشه رو میگیرم که پیامبر از شنیدن این خبر ناراحت شد گریه که گفت من زندان بر ناموس ما اینا نقش ریختن همین جناب تله حالا شما ایشونو میخواین مبنا قرار بدی ستارت بری دنبالش ستاره دنبال دارت دنبالش من تله ستاره من نیستش بعد آیه نازاش که آینا بعد از ازدواج بعد از فوت پنبه دیگه نمیتونه ازدواج کنه مثل مادرن برشون حالا یه سوال مثل مادرن یعنی میشه مثلا سرلخ ببینیمشون میشده قطعا نه مثل چی مثل مثل خواهر زنه سرلخت هم نمیتونی ببینیشون ازدواج هم میتونی باشون بکنی همزمان دیگه دو تا خواهر نمیشه هم گیره. اینجوری فکر کنید حرام از اینجور حالا من میگم جناب ام المؤمنین عایشه آه چرا گفتی عکس ما رو گذاشتن این چیزایی، چیزا این توندای افراطیایی که فکر می‌کنن مثلا آه رایفی پور یا امی یا آیشا عکس منو گذاشتن درست کردن تو اینترنت میچرکنن فوش می‌دن نمی‌دونم یا عکس دادن درست کردن نمی‌دونم مثلا اصلا مهم نیستن که میگم فکر کنم مثلا دردم گرفت این چیزا خداش شده برام مهم مثلا عکس مدفوع گذاشتن نمی‌دونم فلان این چه کاری عجب غریبی مثلا چه فکر کنم تو نه با شما هم حرف میزنم بحث می‌کنم چی استدلال داره منطق داره دو تا چهار تا داره اهل جدال احسنه بهترین شکل ممکن میتونه نیازی به دعوا کردن نداره دعوان کسی میکنه که منطق نداره همون حرفی که قرضاوی زد دیگه گفت آقا وحدت رو بزنیم زیرش داره به ضررمون رو اینا میشنن منطقی بحث میکنن ما داریم ضرر میکنیم خب آقا این به خود است تو خوش بدتره من میگم من میگم جناب آقای قرضاوی تو این کرد به اهل سنت به کل مباحث کلامی و تاریخی و بالا و پایین اهل سنت تو این کرد با این حرفش اعتقادیشون یعنی چی ما تو فضای منطق نمیتونیم بگیم یعنی باز یه با دیگه میگم دیدید وحدت باعث شد که بیان یکی اومد نمیدونم از یکی رو کشین چه جور برادری یک طرف است نه خب بیا فردا جنگ درست چیکار کنیم داریم منطقمون رو نشون میدیم کی جرئت کرده به چپ نگاه کنه تو این 40 سال ها قلم پاش خورد شده گذشت اون دوره از این برم امریکت میمادن تو از اما در میرفتن میرفتن گنده تر از امریکا که اگه زده خورده به اوکراین و روسیه اینا رو ببینید دیگه همین الان جنگه شیعه با کسی جنگ شروع نمیکنه با کسی سر دعوا نداره اهل منطقه اما یه کسی دعوا درست کرد یه جوری میزنه زیر گوشش سه دور بچرخه همین تکفیره چه غلطی خودتون رسن بکنن توی منطقه همه کشورهای عربی و نخاله ها جمع شدن دور بر هم دیگه داعش درست کردن ها جبهه النصره از اردوغان گرفته تا ملک عبدالله اردنی و تا اون چه میدونم سلمان و نمیدونم کیو کی و بالا و پایین چه غلطی تونستن بکنن بعد این همش غلطی نخواهند کرد اینو بدونید اما الان منطق دعوا درست نمیکنه دعوا درست بکنن اول میگه کوتاه بیایید آروم باشید یه سه بار با نمیشه یه جوری چک افسر میزنه زیر گوشیشون سه دور بچرخن تو تا چی تازه کشوری که تحریم شده کشور دنیا بوده آقا شما فکر کن دست ما باز بود چی کار میکردیم ببینیم این رقابت منصفانه نبوده گفتم اتومبان سربالایی داشتیم میومدیم اون موتور داشته ما پا میزدیم پا هم که میزدیم یه سری تو داخل داریم که جفت ترمز هم نگه داشته بودن با این وجود پدال زدیم و بعضی از اینا زدیم جلو هفت تریلیون دلار پول خرج کردن تو منطقه هیچ غلطی نتونستن بکنن بعد میگن چرا سوریه عراق فلان اینا ایران تونسته کارشو پیش ببره این اون منش اهل هر جا ما خطا کردیم از اهل بیت فاصله گرفتیم اعلام هم میکنیم اعلام هم میکنیم اشتباه هم کردیم و جالب من موندم چرا بعضی از مسئولین ما ناراحتن که چرا فضایل امیرالمومنین گفته میشه میره چرا چون مقایسه میشن با اون سیره و باگاشون میزنه بیرون ایراداتشون میزنه بیرون نه همیشه اون نمره عالی همیر رو ببینیم و به سمتش بریم بگیم آقا بله خود همیر علمانی هم شما به من نمیتونید بشید اما هم تو صحیفه میگه میگه ما که نمیتونیم ادالتی که برقرار کرد برقرار کن اما تا جا که میتونیم بهش نزدیک میشیم خب سرتون رو درد بردن قصه های و مواظب هم باشید اینا خیلیاش سیاسی خیلیاش دشمن پشتشه دنبال بهانه دنبال اینه که جنگ داخلی جنگ قومیتی رو بنوزن جنگ مذهبی رو بنوزن خیلی مراقب باشید یه وقت خدای نکرده سر حمایت های کورکورانه سر دشمنی های و خدای مثلا کورکورانه پازر دشمن تکمیل نکنی آجر دست اوستا ندی مراقب باشید این مطلبی که باید مراعات کنیم مخلص همه شما انشالله خداوند همه ما و شما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان عجل الله